هفته پیش بعد از آشنا شدن با طرز تهیه یک غذای روسی و امتحان کردن اون به ایستگاه قطار رفتیم. میبایست قطار رو میگرفتیم و شهر نیژنی نوگورود رو به سمت شهر کازان ترک میکردیم. بعد از کنترل بلیط و پاسپورت وارد قطار شدیم. خیلی از مسافرها خواب بودند و یا در تاریکی روی تختشون نشسته بودند. با احتیاط و با کمترین سر و صدای ممکن داشتیم اسباب ها رو جابجا می کردیم که قطار حرکت کرد. سوار قطار شدیم و قطار نیمه پر بود به خاطر اینکه از جای دیگه داره میاد و جایی هستش که فضای باز، تخت ها دو طرف هم در یه عده خواب بودم و به خاطر همین بعد خیلی آروم بود. خوابمون نمی برد. دیدیم بهتره که بریم به رستوران قطار. می بایست بدون سر و صدا چندین واگن رو رد کردیم. بالاخره رسیدیم به رستوران قطار. دیدم به به چقدر هم شلوغه، همه بر و بکس شب زنده دار اینجان، به طوری که جا نبود. خانمی که مأمور رستوران بود از دو نفر خواست که بلندشند و جاشونو به ما بدن. کمی معذب شدم، ولی بعدن اون خانم گفتش که اینا از 4 ساعت پیش 2 تا آبجو گرفتن و نشستن اینجا و هیچی هم سفارش نمیدن، بهتره برن بخوابن. جوابش قانع کننده بود. همه جمعن اینجا نشستن. دو نفر نشسته بودن میز کناری که یکیشون خیلی حالش خوب بود، دوست داشتن سر صحبت رو باز کنن. با هم دست دادیم. خانم مهماندار رومیزی رو عوض کرد و برامون منو آورد. به منو نگاه کردیم و نوشیدنی، یک غذای ساده و کمی سالاد سفارش دادیم. نوشیدنی که ودکا بود زودتر آماده شد. 2 تا شاد ریختم و شدیم همرنگ جماعت. میز بغلی داشت ذوق میکرد که ما هم مثل اونا ودکا داریم مینوشیم. استکان هامونو به هم زدیم و سلامتی گفتیم. سلامتی. یکیشون هم یک خیار زد به چنگال و به هم تعارف کرد. عرق خورا میدونن این کار یعنی چی. دمش گرم. خدا به خیر کنه تا صبح با اینا. و عجب ودکا خوشمزه‌ای هست دیگه. کشور روسیه و کشور ودکاست و آدم‌های خوش مست و بدمست اینجا و مهربون و مهمون نواز. عالی. اون شب من و اوجین در حین نوشیدن ودکا و خوردن سالاد و غذاهایی که برامون آورده بودن کلی با هم دیگه گپ زدیم. خوشحال بودم که باهاش همسفر بودم. پسر مهربون با انرژی و خوش سفری بود. برو بکسم که دیگه واقعا مست کرده بودن. برگشتیم به سمت تختامون تا کمی استراحت کنیم. حدود ساعت 5 بود که بیدار شده بودم و منتظر رسیدن. هلوهوش ساعت 6 بود که به کازان رسیدیم. اسباب هامون رو برداشتیم و از قطار پیاده شدیم. از پله ها بالا و پایین رفتیم و از ایستگاه قطار خارج شدیم.
در زبان تاتاری به دیگ و ظرفی که توش غذا درست میکنن میگن قازان و زبان تاتاری یکی از زبانهایی از خانواده زبانهای ترکی است. سمبل شهر کازان همین دیگ و ظرفی هست که توش آشپزی میکنن، به علاوه اژدهایی با سر اژدها، بدن پرنده، پاهای مرغ مانند، گوش سگ، بالهای قرمز و دندانهای تیز. شهر کازان با حدود 1,450,000 نفر جمعیت مرکز استان تاتارستان روسیه است که یکی از شهرهای مهم اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور روسیه به حساب میاد. هرچند که شهر کازان از لحاظ جغرافیایی در قاره اروپا قرار گرفته، ولی به دلیل اینکه در این شهر برخورد دو فرهنگ از شرق و غرب صورت گرفته، این شهر رو مرز بین آسیا و اروپا به حساب میارن از لحاظ فرهنگی، به دلیل اینکه حدود 45% مردمان این شهر تاتار و مسلمان هستند و حدود 45% روس، مسیحی و ارتدوکس. و این برخورد فرهنگی تأثیرات زیادی بر روی شهرسازی، معماری، فرهنگ و آداب و رسوم این شهر گذاشته. شهر کازان با بیش از 1,000 سال قدمت 150 سال قدیمی تر از مسکو هستش. از کازان به عنوان استانبول این منطقه یاد میکنن. مغول‌ها در قرن 13 میلادی این شهر رو ویران میکنن و حدود 300 سال بعدش این شهر توسط ایوان مخوف محاصره و تسخیر میشه. وقتی که ایوان مخوف کازان رو تسخیر میکنه، خیلی از تاتارها رو از کازان اخراج و تبعید میکنه و روس‌ها رو به این شهر میاره و سعی میکنه این شهر رو طوری دوباره سازی کنه که تمام معیارهای روسی در اون گنجیده شده باشه. خب طبیعتاً در قرن‌های اولیه تنش بوده بین روس‌ها و تاتارها، ولی در قرن اخیر به خاطر زندگی مسالمت آمیز تاتارهای مسلمان در کنار روس‌های مسیحی، این شهر شهره عام و خاص شده، به طوری که مردمان این شهر بر این باورن که مساجد و کلیساها میبایست تا اونجایی که امکان داره نزدیک به هم ساخته بشن، تا اینکه این نزدیکی مکانهای مقدس نه تنها باعث نزدیکی اونها به همدیگه بشه، بلکه به همه نشون بده که ما مردمان این شهر، شهر کازان، با هر تفاوتی که در دین و باورهامون داریم، ولی به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی میکنیم. در قسمتی از شهر کازان بازارچه عتیق فروشا هستش، محلی هست که معمولاً یک شنبه ها برگزار میشه و همینطور که از اسمش برمیاد بازار عتیق فروش ها اجناس عتیقه میفروشن که همه چیز اینجا پیدا میشه، از کیف و کفش و بیل و کلنگ و آچار و پیشگوشتی و لباس و نقاشی و مدال و همه چیز، و واقعاً جالب هستش. من خودم خیلی به مدال علاقه دارم و دوست دارم که چند تا مدال بخرم اینجا، هم به عنوان یادگاری برای خودم، هم به عنوان سوغات برای دوستان و آشنایان. با هم دیگه یک دوری میزنیم اینجا، همین که بیشتر ببینیم چه خبره، همین که من مدال پیدا بکنم. یه چیز جالب نمیدونستم، روس‌ها به منگل میگن منگل، نمیدونم از روسی اومده توی فارسی یا از فارسی رفته توی روسیه، ولی وقتی شنیدم واقعا خیلی تعجب کردم، جالب بود برام. منگل چون گه نمیتونم بگن، گه میگن. بالاخره یکی رو پیدا کردم که فقط مدال میفروخت، مدال‌های مختلف. معلوم بود که فروشنده واقعاً این کار است. مدال‌ها رو دسته‌بندی کرده بود. یک قسمت مدال‌هایی بود که متعلق به لنین بود
قسمت دیگه مدال‌هایی که به مناسبت اتفاقهای ورزشی درست شده بودن. قسمت دیگه متعلق به نویسندگان روس بود. در زمان شوروی به بهانه هر مناسبت و یا اتفاقی مدال درست می‌کردن. مثلا تولد 100 سالگی لنین، المپیک، بزرگداشت تولستوی، چخوف و غیره. با کلی دقت نگاه می‌کردم و یکی یکی مدال‌ها رو انتخاب می‌کردم و می‌دادم دست فروشنده. حدود 30 تا مدال انتخاب کردم. اینقدر مدال‌های جالب داره که حد و حساب نداره. یک سری یه قسمت هست مدال‌های نویسنده‌ها رو داره، از تولستوی، داستایوفسکی، لرمانتوف و میگیرم برای رفقای نویسنده و شاعر.